بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام محضر شما بینندگان گران ارج. شکر خدای متعال که توفیق گفتگو با شما بینندگان عزیز رو در موضوعی از موضوعات مرتبط با حال و هوای حیات و زندگی دینی خودمون رو از سرزمین مقدس کربلا بین الحرمین سید الشهدا پیدا کردیم. دوستان عزیز، انتخاب یک بخش مهمی از زندگی ماست. انتخاب هایی که تو مسیر کردیم، تو مسیر زندگی منظورمونه، الان ما رو و فرداهای ما رو ساخته و میسازه. خیلی ماها هستیم که خوشحال و خوشنودیم که چه خوب شد فلان انتخاب رو کردم، فلان تصمیم رو گرفتم، چون الان دارم سودش رو میبرم، نفعش رو میبرم. از اون طرف هم هست گاهی شکست ها و خرابی های زندگی امروز ما ناشی از انتخاب های غلطی است که روزهای قبل کردیم. برای همینه که انتخاب برای یک موجودی که مختاره و اسمش انسانه، یه بخش مهمی از زندگیش رو تشکیل میده. میدونید یه عده تو این عالم گزینه راحتی رو انتخاب کردن و اصلا انتخابهاشون رو سپردن به کسان دیگه‌ای که اونا واسهشون انتخاب کنن و اونا واسهشون تصمیم بگیرن و ببرن و بدوزن و بپوشونن. سلب مسئولیت میکنن از خودشون نیست؟ یکی از انتخابهای مهمی که برای من و شما نقش کلیدی داره، نقش حیاتی داره، انتخابی است که بهشت و جهنم هم در گروه اوست. این که من آینده سعادتی یا شقاوتی هم پیدا بکنم در گروه این انتخابه. چه انتخابی؟ انتخاب همسر، انتخاب زندگی، انتخاب همراه حیات. از پیغمبر خدا پرسیدند که ازدواج جهنم یا بهشت؟ فرمود برزخ. یعنی چی؟ یعنی بعد از انتخاب و بعد از زندگی و تو دل زندگی است که معلوم میشه خدای نکرده جهنمی شدم با این انتخابم یا انشاءالله بهشتی. یعنی چی؟ این انتخاب مهمترین انتخاب زندگی منه. یعنی من دارم آینده خودم رو، نه خودم رو، نسلم رو و یک گروهی از انسانها رو با این دختری که انتخابش میکنم یا با این پسری که انتخابش میکنم رقم میزنم. خیلی مهمه. نمیشه تشبیهش کرد چه میدونم به انتخاب یه رشته دانشگاهی و یه دانشگاه و یه دست لباس فاخر و یه جواهر و هیچ کدوم اصلا قابل مقایسه نیست، چون بهشت و جهنم ماست، سعادت و شقاوت ماست. خب حالا که این انتخاب اینقدر مهمه، من چه کنم؟ بلرزم و مضطرب شم و بترسم و بگم آقا اصلا نخواستیم اینه؟ یا نه بگم برای انتخاب مهم چه باید کرد، چقدر باید مراقبت کرد، چقدر باید تمهید کرد؟ سه تا نکته رو امروز و امشب و تو این دقایق با شما در میان میارم که برای انتخاب همسر ما نقش بسیار بسیار مهم داره. یک، شناخت خودم. من اصلا خودم رو میشناسم؟ چقدر شخصیت خودم و اخلاق خودم و رفتار خودم و حجم شخصیتی خودم رو شناسایی دارم، آگاهی دارم؟ چقدر نمره‌ای که من به خودم میدم نمره حقیقیه؟ دو، معیارهایی که برای انتخاب همسر دارم معیارهای درستی است؟ گاهی موارد هدف خوبه، نیت خوبه، اما میدونید معیارهایی که دارم معیارهای درستی نیست. اصلا این معیارها از کجا گرفتم؟ پس یکی این بود که من رو خودم کار کنم که خودم رو بشناسم و بر اساس شناخت خودم حرکت کنم، اقدام کنم، پیش بیام. و دو، معیارهایی رو که برای انتخاب همسرم در نظر دارم معیارهای دقیقی باشه. این معیارها رو من از دین میگیرم،
از خدا میگیرم، از حجت خدا میگیرم. و سه، ضمانت کنم این انتخابم رو با توکل بر خدای متعال. یه نمازی هست اسمش هست نماز ازدواج. بله، نماز ازدواج. اصلا خدای متعال این نماز رو تأسیس کرده، جعل کرده، قرار داده برای دختر و پسر جوانی که میخوان ازدواج کنن و این نماز رو بخونن. دو رکعته، مثل نماز صبح. تو خیلی از کتابای دینی ما هست نماز ازدواج، اگر دختر خانومی توش این دعا رو بکن، اگر آقا پسری توش این دعا رو بکن. الان مجال من نیست که این نماز رو به شما بگم و فرم خوندنش رو عرض کنم. از یه روحانی عزیز بپرسید، از یه عالمی که اطراف شما هست سوال کنید، متن این نماز رو بگیرید. دو رکعت نمازه، حتما بخونیدش، فقط هم واسه ازدواج میشه خوندش. پس خودم رو بشناسم، معیارای دقیق انتخاب همسر رو بدونم، و سه، توکل کنم به خدا با خوندن یک نمازی به نام نماز ازدواج. خدا انشالله بهترین همسر رو و بهترین روزی رو و بهترین زندگی رو نصیبتون بکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.